کاخ سفید، واشنگتن دی سی. جان مک‌کین از مسئولین کاخ سفید که توطئه‌های متعددی را علیه جمهوری اسلامی ایران هدایت می‌نماید. جورج سوروس سرمایه‌دار یهودی است که سردمدار استعمار فرانوین می‌باشد. وی با سرمایه خود و با استفاده از شعارهایی چون آزادی‌خواهی، دموکراسی و حقوق بشر طرفداران آمریکا را به حاکمیت می‌رساند. جین شار نظریه پرداز نافرمانی مدنی و تئوریسین انقلاب‌های مخملین که تألیفاتی در این موضوع دارد. وی از عوامل CIA جهت نفوذ در کشورهای مورد نظر می باشد. بیل سمیت از کارشناسان ارشد CIA در امور ایران می باشد که سالیان متمادی با گروه‌های اپوزیسیون و معاند ایرانی همکاری نزدیکی دارد. بله، همونطوری که جورج سوروس اشاره کردن، ما باید با برنامه ریزی مستمر متناسب با فرهنگ هر منطقه و با هدایت گروه‌های اثرگذار به اهدافمون برسیم. در واقع با افزایش آگاهی مردم، حضور نظامی برخلاف گذشته اثر خودش را از دست داده، مثل عراق و افغانستان. باید راهکارهای جایگزین معرفی کرد. دقیقاً، دیگه فشار و زور اهداف ما رو تأمین نمی‌کنه. باید به فکر فرهنگ سازی بود. قرن 21 زمان تغییر فرهنگ هاست. تأثیر بر فکر و اندیشه ها. این درست همون طریقه که ما رو یونکار کردیم. ولی طرح شما اصلا کافی نیست. در این 28 سال هزینه های زیادی رو برای برنامه های شما پرداخت کردیم. ولی در عوض... قربان، ضمن تایید صحبت های شما در تغییر حکومت ها نباید عجله کرد. ما باید با اندیشمندان، صاحبان قلم و افراد با نفوذ در جامعه که با ما منافع مشترکی دارن ارتباط برقرار کنیم. ما میتونیم با NGO های همسو همکاری نزدیک داشته باشیم. شبکه های ماهواره‌ای هم تأثیر و نقش مهمی دارن. بمباران تبلیغاتی همیشه مؤثر بوده. ما باید جنگ خاموش فرهنگی در ایران رو که از چند سال گذشته راه اندازی کردیم گسترش بدیم. ضمناً مأمورین و وابستگان اطلاعاتی خودمون رو برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های نخبگان علمی و فرهنگی گسیل کنیم. تا حالا که استفاده از کنفرانس‌های علمی و بین‌المللی دستاوردهای خوبی داشته. این کارهای خارجی‌ها تو اتاق‌هاشون تمومی نداره. ای کاش حافظه هم مثل ما پیر نمی‌شون تا بتونیم خیانت‌های اونا رو به یاد داشته باشیم. آقا نابودیشون تو تبعید فراموششون شده که چطوری خدا اینا رو خوار و ذلیل کرد. حالا با تحریم اقتصادی هم هیچ غلطی نمیتونم بکنم. با این پیشرفتایی که جوانای متخصصمون تو انرژی هسته‌ای کردن مشت محکم خورده تو دهنشون. بچه با ایمیلی که برام اومده باید کار شروع کنیم. وسایل مورد نیاز هم رسیده. ما حالا دیگه راحت‌تر میتونیم دستورات شبکه‌های ماهواره‌ای رو به مردم منتقل کنیم. بعدش هم سوژه خبری عالی برای دوستامون تو آمریکا. با قول ویزا و اقامتی که به ما دادن من مطمئنم که بعد از این ماموریت اقامت خوبی در آمریکا خواهیم داشت. اینم وسایل لازم. امنیت نعمتی است که تحقق آن جز با هوشیاری و مشارکت یکایک که آحاد جامعه. شب کجا بودی؟ تو فکر نمی کنی من و مادر نگرانت میشیم؟ من بچه هم که نگرانم میشیم. اون سابقه نداره، فکر میکنم از این جوانای تازه کاره. اونو کاملا تحت نظر داشته باش.
همکاری داوطلبانه تو ما تونستیم از فاجعه بزرگی جلوگیری کنیم. ما سعی میکنیم برای مجازات تخفیف ویژه‌ای بگیریم. بله؟ سلام علیکم. من میخواستم از خبری به موقعی که دادی تشکر کنم. زمنان با قاضی پرونده صحبت شده. ایشون گفتن به زودی منوچهر آزاد میشه. امروزه استکبار جهانی به همراه صهیونیسم بین الملل با کمک شبکه‌های جاسوسی و ماهواره خود در صدد تغییر ماهیت حکومت هاست و برای رسیدن به اهداف پلید خود از هیچ دسیسه‌ای فروگذار نمی کند. ضمن هوشیاری آحاد ملت شریف و غیور ایران، هر گونه تحرکات مشکوک را با شماره تلفن 113 به اطلاع ستاد خبری وزارت اطلاعات در سراسر کشور برسانید. ما امین گزارشات شما هستیم. ستاد خبری وزارت اطلاعات.